What's up, guys? It's your boy Damone, and welcome back to another New World video. We're going to talk about all the key things to definitely knock out in the beginning, so you can start. بچه ها تیریک اولو بذار من بهتون خودم بگم. اولین تیریکی که میزنید وقتی وارد بازی نیو ورلد میشید برای اینکه سریع ترین لول اپ رو داشته باشید، حتما این توتوریال اولو رد کنید، اونم با زدن دکمه اسکیپ و اون بالا اسکیپ توتوریال داره و میتونید راحت توتوریال اسکیپ کنید. And what happened? I got to level 13 and still couldn't pick a faction and had to come back and do all of this. Now, when you get to حتما کوستا اصلیو بزنید. داره میگه من رفتم کوستا رو نزدم، مین کوستا رو نزدم تا لول 13 رفتم، هنوز فکشنمو سلکت نکردم. That's stupid, man. That's dumb. مین کوستا رو حتما بزنید. Your NPC is you're going to focus on picking up the lore items that you see around, which is indicated by the blue pages that you see. These lore items are very very valuable. And as you collect more of them, این لور آیتما به چی میده؟ این لور یه سری برگه ها هستش که بهتون چیز میده، اطلاعات و داستان بازی رو میده، ولی این میگه مثل اینکه ارزشمنده. XP that you get for these items, reels that you'll need ahead of time, so you can knock out your quests a little bit faster and get to the main game. Now, one thing you want to چی میگه؟ یه خورده متریال بیشتر جمع کنید، برگ و کاغذ و اینجور چیزا بیشتر جمع کنید، سنگ و فیلینت مخصوصا خیلی بیشتر جمع کنید که زودتر بتونید کوستاتون انجام بدید. یه تعداد کوست کرافتینگ داریم مثلا که کلن باید هاروست زیاد کرد، کلن هی باید گل کند، سنگ ماین کرد، درخت کند، خیلی لازم میشه، خیلی هم XP میده. مثل ووو میشه درآمد داشت، میشه مثل ووو میشه درآمد داشت ازش 100%. 100%. اصلا این بازی یه جوری طراحی شده که پلیرها کاری که میکنن ارزشمند باشه دیگه. به خاطر همینه شما تو بازی اصلا وندور نداری، یعنی این بازی به هیچ وجه وندور نداره. وندور چیه؟ اونا که MMORPG بازی هم میدونن چیه دیگه، یا فروشگاهی که بات آیتم حالا نامحدود یا محدود میفروشه و از پلیر آیتم میخره. اصلا این بازی وندور نداره، یا آیتماتون رو باید اسکرپ کنید یا مصرف کنید یا به خود پلیرها بفروشید. این باعث میشه که هر کاری، تقریبا هر کاری که تو این بازیش میکنید شما ارزشمند باشه و بتونید به بقیه پلیرها بدید و به جاش پول واقعی مثلا بگیرید. و این آمازون داره واقعا روی این سرمایه گذاری میکنه روی این کار. خدا کنه مثل ووو نشه، خدا کنه مثل ووو نشه همه فارمر بشن. ببین ووو واسه فارمرها طراحی نشده بود آخه. ووو داستان داشت، این پلی جذاب خودشو داشت، یعنی داستان محور بود و اینکه همه تبدیل شده بودن به فارمر باعث شد ووو خراب بشه. یعنی تو این 3-4 سالی که من هی از ووو بیشتر فاصله گرفتم سر همین بود دیگه، چون پلیرها داشتن اینجوری بازی میکردن. اما نیو ورلد جاییه که جای اینجور بازی کردنه، چون یه سری مکانیکا داره از جمله حالا دش کردن. اصلا فایتش چون مثل دارک سولز و نمیدونم مانستر هانتر و چی بگم ویچر و ایناس، فایت کردنش مثل این بازی هاست، مثل ویچر 3، مثل دارک سولز. خودشون گفتن ما بازی فایتمونو از روی دارک سولز اینسپایر کردیم. به خاطر همین زدن باید حرفه‌ای باشی، باید رفلکس داشته باشی. اما تو ووو خب اینجوری نبود. تو ووو تو یه سری چیزها رو حفظ میکردی، حفظ میکردی ترتیب زدن یا کمبات و ترتیب زدن لولات رو حفظ میکردی، دونه دونه میزدی، نهایتا میرفتی چهار تا یوتیوب میدیدی بهترین بافترین و نمیدونم چیزا چیه. اما این بازی چون اسپلاش هم کمه بیشتر رفلکس میخواد تا حالا اسکیل و دست اسکیل و چه بدونم تمرین. توش بمیری بدون تجهیزات؟ نه بازی سوروایور نیستش، بازی سوروایول بوده، این بازی قبلا سوروایول بوده تو نسخه‌های قبلیش، اما المان‌های سوروایولش حذف شده. اگر بمیری تمام آیتمات آسیب می‌بینه دیگه، و چه وپنی که تو دستته باشه، خیلی نکته مهمیه، چه اسلحه‌ای که تو دستته، چه لباسی که تنته و چه آیتمای اکویپمنت مثل وپن، مثل شیلدی که تو اینونتوریت هم آسیب می‌بینه. پس مراقب باشید. حالا بعضیا میرن مثلا میره 500 تا آیتم بگیش رو خشتک بر کرده، بر آیتم میگه خب بذار برم یه 4 تا فایت هم بدم، میره فایت میده
یهو میمیره، چون مردن هم بیشتر دمیج میده با آیتم دیگه. یهو میبینی نصف کل اینونتوری، تمام آیتمایی که مثلا جمع کردی ببری تو مارکت بفروشی، همش ترکیده، همش اچ پیش نصفه. بعد بری کلی هزینه کنی، اسکرپ بدی، اینا ریپر کنی، بعد تازه دوباره بتونی بذاری تو شاپ برای فروش. بازیش نیومده هنوز، 4 روز دیگه میاد، 4 روز دیگه، 3 روز دیگه دانلودش آماده میشه، پری دانلودش 3 روز دیگه است. خیلی مهمه این گلایی که تو بازی هست، این گلا، این هربایی که اسمش چیه، هیسوپ، اینا مین، این هیسوپ مین آیتم جاب آلچمیه، آرکانای پوشنز دات ویل آلسو هلپ یور لولینگ پروسس انتیل یو فیگر اوت وات یو نید تو دو کیپ این مایند دو یو ویل نید واتر تو کرافت پوشنز. خیلی خوبه همین، واتر خیلی کیف میده وقتی که تو میری مثلا میری تو از تو رودخونه یا از تو چاه واسه درست کردن پوشن آب، پوشنت میری آب برمیداری، خیلی قشنگ ساختن کرافت این رو. آخ 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 آره دقیقاً. اگر سورد شیلد استفاده نمی کنید لطفا شیلد دستتون نگیرید به هیچ وجه. توجه کنید که یه باری کنار دستتون، این اجازه رو بهتون میده، یعنی تو بازی یا امینی تا لیول 20 اشتباهی که مثلا من تو نسخه اوپن آلفا اینا کردم این بود که مثلا شیلد رو نگه داشتم، اجازه هم میده که دستت باشه، بعد فهم میکنید مثلا استاتش رو اینا هم میفته، در حال که نه استاتش نمیفته، هیچ کدوم از استاتاش کار نخواهد کرد و بلکه یه بدی هم داره، اینکه کاراکترتو سنگین تر میکنه، هم آیتم نمیتونی زیاد برداری، همین که از نظر سنگینی آیتمایی که تنته باف بد میده، یعنی هرچی آیتم سبکتر داشته باشه، به ساده بگم هرچی آیتم سبکتر تنت باشه دمیج بیشتری میدی، ولی هرچی آیتم سنگین تری تنت باشه استان یا اصطلاحا بهشون میگن کراود کنترل، لولایی که روت میکنه طرفو، یعنی شاخ و برگ جلوشو میگیره نمیتونه حرکت بکنه، روتش میکنه، اسلو میکنه، استان میکنه، بش میکنه، اونا طولانی تر میشه، دیوریشن اونا بیشتر میشه. الان اینجا اگر شما زیر 13 کیلو مثلا و تنتون باشه، اینو میگیم 13 زده دیگه، اگه تو تصویر خوب معلوم باشه، اگر زیر 13 تنتون باشه 20% دمیج پلاس میگیرید، اگر بین 23 تا 13 باشه 10% دمیج پلاس میگیرید، به علاوه 10% افزایش استانتون، دیوریشن استانتون، بالای 23 تا هم 20% افزایش استان دیوریشن میگیرید. خوراک تانکاست دیگه، خوراک کسی که دوست داره تانک باشه، هی استان کنه طرف، احتمالاً وپن جدید بدن دیگه، الان تنها وپنی که با شیلد کار میکنه سورده، احتمالاً در آینده یه سری وپن ها بدن. گرز نداره چرا؟ البته گرز یا همون میس، این همرش که فوق العاده است، این همر توهنده، من خودم چت، من هنوز انتخاب نکردم واقعا میخوام با چه وپن، مین وپنم پیدا کردم، مین وپنم همین همر است، مین وپن من همین همر است که الان این دست این یاروه، اما سکندری وپنم هنوز نمیدونم. میس هم اضافه میشه تو پچه قبلی، تو نسخه های قبلی که داده بودن، البته بازی هنوز ریلیز نشده، تو نسخه بتا و آلفا و اینا که داده بودن قبل از آلفا، حتی یه سه نسخه تست داده بودن میس بود، میس وان هند، و فهم میکنم احتمالا اضافه بشه. Now, one thing to be aware of at launch, it's...